یادتون هفتیرکشی قاضی دستگاه قضایی رو تو اصفهان پارسال سوم فروردین ماه 1391 مردمی که در صف طولانی پمپ بنزین بهارستان اصفهان حضور داشتن متوجه شدن فردی بدون در نظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پر کردن باک خودرو خود را دارد. وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردن مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو به خاطی یک قبض سلاح کمری از زیر کت خود خارج و اقدام به تیراندازی هوایی کرد. وقتی ماموران به محل اعزام شدند فردی که تیراندازی کرده بود خود را علی اکبر حیدری فرد قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. سفرش هم به اصفهان اداری نبود و در پرونده هست که سفر شخصی بود. خب با شکایت مردم حاضر در پمپ بنزین بهارستان اصفهان حیدری فرد احضار میشه و اعلام میکنن که با قرار وثیقه آزاد شده. چیزی شما اگر از اون پرونده شنیدین بندم شنید. حالا ماجرای حاج محمود کریمی مداح بیت رهبر. محمود کریمی 45 ساله، بچه نظام آباد تهران، توی خانواده مذهبی سنتی کم درآمد. خودش میگه 7 سالش بوده که رو پای شیخ احمد کافی نشسته روزانی، اون نشسته و مداحی کرده. احمد کافی مشهورترین روزخون و مداح قبل از انقلاب بود که همون اوایل انقلاب گفتن ماشینش تو راه مشهد تصادف کرد و مرد. باری انقلاب که میشه محمود کریمی 10 سالشه. 13 سال است که پدرش تو جنگ کشته میشه و 4 سال بعد برادرش. محمود کریمی در این حالی که مدرسه میره کارگری میکنه، بیشتر کارگری ساختمون، یه مقدارم شاگرد کارگاه نجاری میشه. 17 سالشه حدوداً که به عنوان فرزند شهید میشه معلم تربیتی دبستان شهید منتظری تو خیابون شهید بهشتی تهران. 9 سال اونجا کار میکنه معلم تربیتی تا سال 73. تا زمانی که خمینی زنده بود مداحی رواجی نداشت، هرچند که به هر حال اینجا و اونجا انجام شد. کافی رو اعلام کردم گفتم بهتون، و هرچند که آیت الله خمینی به صراحت میگفت گریه دین و انقلاب رو زنده نگه میداره، بارها پخش کردیم صدای ایشونو. ولی تنها مداحی که اون موقع در حضور خود خمینی مداحی میکرد کوثری بود که مداحی سنتی میکرد و با سیاست در واقع کاری نداشت. با یه یا حسین هم تموم میکرد مداحیشو بدون فوش یا دعا به جون این مسئول و اون مسئول. بعد از آیت الله خمینی هم دسته های چماقدار خیابونی تو بیت رهبر جدید آقای خامنه ای سازمان داده میشه و هم مداحی و مداحان تشکیلات پیدا میکنه. بذارین اول ببینیم مداحای معروف فارغ از کار مداحی خاصگاه اجتماعیشون کجاست، چی کار میکنن. گفته می شود که محمود کریمی از گرانترین مداحان ایران است. اما منبع درآمد واقعی مداحان کجاست؟ سوالی که شاید پاسخ دقیقی برای آن نتوان یافت. هفته نامه حاشیه در گزارشی به بررسی وضعیت شغلی و منبع درآمد چند مداح مشهور پرداخته. منصور عرضی که در کمتر نوحه است که در آن موضعی سیاسی نگیرد و معمولاً حملات تندی به اصلاح طلبان می کند، در بازار تهران حجره پارچه فروشی دارد. سعید حدادیان دیگر مداح سیاسی در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران مشغول به کار است. محمود کریمی هم در بازار تهران مغازه سنگ و سفال فروشی دارد. عبدالرضا هلالی تاجر چوب است و جواد مقدم که سبک نوینی را در مداحی باب کرده به کار تهذیب مشغول است. بارون بارون چشمای گریون این شبا گریه عادت زن شده. حسین سازور هم به ساز بفروش است. 60 سال اسرائیل داره کودک میکشه، ما میگیم خدا لعنت کنه هرمله رو. بله همه کودک های عالم اگر قربانی بشن یه تار موی از سلی اسخرم نخواهد شد. با همه اینها منبع اصلی درآمد مداحان در ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بعضی ها میگویند مداحی کار کاسبی است که با بودجه های پیدا و پنهان نهادهای حکومتی میگردد. کوروش صحتی، صدای آمریکا، برنامه صفحه آخر. بله این نهادهای حکومتی یکیش خانه مداحانه و یکیش پولی است که به اسم سله یا پاکت هر شب مداحی به مداح میدن و برای مداحای معروف سر به 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان هم میزنه برای یک شب، یک ساعت. خب
میزان نزدیکی به رأس قدرت خیلی تو این قیمت گذاری قطعا مهمه. محمود کریمی چند ساله که دهه محرم به بیت رهبر دعوت میشه و در حضور رهبر مداهی میکنه. با این که چو حیدرم دلیرم، با این که به لشکری امیرم، از امر امام و رهبر خود من ساقی کودک صغیرم، آقام امام انس و جانم، مولای زمین و آسمان است، آقا امام انس و جان. محمود کریمی تو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم نزدیکترین مداح به دولت بود. خب رئیس جمهور هم اومده، پس باید بیشتر سینه بزنیم و بریم تو خلسه. اون چیزی که حکومت اسمشو میذاره گریه لازم برای حفظ اسلام و مخالفان حکومت ایدئولوژیک اسمشو میذارن مغزشویی، تو این مراسم مداحی ها زیاد میبینه. طلعت ظهور جلالتی، طلعت ظهور جلالتی، به سما دمر به نبی سمر، به سما دمر به نبی سمر. چی میفهمن این بچه ها از این کلماتی که محمود کریمی داره میخونه؟ بذاریم بقیهش هم ببینیم. این نوعی جبهه فرهنگی است به قول آقای خامنه ای که باید گسترش داد تا جوان‌ها جذب این فرهنگ عاشورایی بشن، نه جذب فرهنگ دشمن. تو این جبهه مداها آشکارا فراتر از قانون عمل میکنن، چه تو دستمزد بی حساب و کتاب مداحی و مالیات ندادن و غیره، چه تو دخالت در همه امور مملکتی و بسیج هواخواهاشون هر وقت که بخوان علیه هر مسئول حکومتی و غیر حکومتی، با یه خط قرمز روشن البته، رهبر. اینا همه مداهای رهبران و عضو خانه مداهان که زیر نظر دفتر رهبری است و بودجهشو از اونجا میگیره. برای همین وقتی رهبر به احمدی نژاد نامه میده که مشایی رو از معاونت اول رئیس جمهوری بردار، همین مداهای طرفدار دولت احمدی نژاد حکم قتل مشایی رو میدن. فعلا قایمش کردن، پیداش کنن بچه ها میکشنش. فعلا تو هزارها حصار قرار گرفته یهودی امت، گفتم هم هر چی به کشتش پولش من میدم، خدا شاهد نه جنازه میدم. سعید حدادیان شاگرد اول ارزی مدا هم همین حرفا رو میزنه با یه مقدار لاب و چاشنی لاتی بیشتر، چند تا فحش. همین چهارشنبه بود پیروز که اعلام شد در پی رسیدگی به پرونده شکایت مشایی از ارزی و حدادیان بعد از 5 ماه، این دو مدا محکوم شدن به پرداخت جریمه نقدی 450 هزار تومانی، یعنی کمتر از نصف دستمزد یک شب مداحیشون. خب اینا اگه اسلحه داشته باشن چرا وقتی تشخیص میدن یکی باید کشته بشه آدم نکشن؟ کدوم مداها رسما اسلحه با مجوز دارن؟ از 14 تا مداح پرسیدن، دو تاشون گفتن اسلحه دارن، مرتضی طاهری و محمد رضا طاهری. منصور ارضی و محمود کریمی و سعید حدادیان تو این 14 تا که رفتن سراغشون ازشون پرسیدن نیستن. خب محمود کریمی که بعد از ماجرای تیراندازی 5 دی تو اتوبان بابایی رادان آمد گفت مجوز استفاده اسلحه داشته که این کارو کرده. سلاحی که در اختیار ایشون بوده مجوز داشته و
قانونی بوده، سلاح غیر قانونی نبوده. پرونده تشکیل شده، به مرجع قضایی ارسال شده، اونجا رسید شده و در مرجع قضایی داره رسیدگی میشه. امروز هم روز رسیدگی بوده که بایستی دو طرف میرفتن و اونجا رسیدگی میکردن. اون چیزی که ما احساس بکنیم فرد و افراد از اون اراذل و اوباشی بودن که ما تعریف از اراذل و اوباش داریم، نخیر. حالا اینا کیا بودن که آقای رادان با اغماز میگه در تعریف ما اینا اراذل و اوباش نبودن؟ یه زن و شوهر جوون که داشتن از روزه خونی و مداحی به گفته خودشون برمیگشتن خونه. سوال آقای میم واو، حادثه شلیک به ماشین شما چطور رخ داد؟ آیا شما متعرض خودروی آقای کریمی شدید و قصد آزار داشتید؟ جواب: در تاریخ 5 دی ماه ساعت 12 و نیم شب در اتوبان شهید بابایی به همراه همسرم در خودروی 206 مان به همراه دو خودروی دیگر در مسیر در حال تردد بودیم. من با خودروام یک لحظه سبقت گرفتم و بعد دوباره کنار آمدم. نمیدانم در ذهن آقای کریمی چه گذشت و چرا احساس خطر کردند که به ما شلیک کردند. ما در حال حرکت بودیم که به در عقب ماشین سمت پایین شلیک شد. آن دو خودروی دیگر رفته بودند و من با چراغ زدن آقای کریمی کنار زدم. از خودرو که پایین آمدم با دیدن چهرهشان حد زدم که محمود کریمی هستند، اما فکرش را هم نمی کردم که طرفم مداح اهل بیت باشد. سوال: خودرو ایشان چه بود و با چه سرنشین‌هایی؟ جواب: ایشان سوار یک ماشین شاسی بلند بودند که سمت جلو پسرشان نشسته بودند و صندلی عقب هم دو خانم نشسته بودند. من از ایشان پرسیدم شما محمود کریمی هستید و ایشان هم تایید کردند. البته همین که ایشان دید من و همسرم افراد عادی هستیم و به یک خودرو شهروند عادی شلیک کرده، سوار خودروشان شدند و رفتند و من و همسرم در آن موقع شب تنها کاری که میتوانستیم بکنیم این بود که به پلیس زنگ زدیم و آنها مأمور فرستادند و ما هم به کلانتری رفتیم و شکایت را تنظیم کردیم. ما همان شب شکایت کردیم. فردای حادثه به همراه پرونده به دادسرای پل رومی رفتیم و پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد. چهارشنبه 25 دی، دو روز پیش، اجهی دادستان کل کشور کنفرانس خبری داره. از قول شاکی‌ها که با رسانه‌ها مصاحبه کردن و گفتن ما شکایت کردیم که براتون خوندم، ببینین اجهی چی میگه. با این که ایشون گفته اصلا من شاکی نبودم، از اولش هم شاکی نبودم، بعدم که اومدم به دلیل اینکه فردا نگن که آقای ماشینت کجا تیر خورده و الانم فقط خسارت ماشین من اصلا نه شکایتی دارم و نه. ادامه حرفای شاکی به روزنامه اعتماد درباره موضوع شکایت. موضوع شلیک به خودرو بود و پرونده سر همین موضوع تشکیل شد. چون پرونده هم امنیتی شده بود، همین که دیدن ضارب آقای کریمی است، خودشان پرونده را سریعا به دادسرا فرستادن. حالا حرفای دادستان کل کشور رو بشنوین که به کل منکر تیراندازی محمود کریمی میشه، که حتی رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی که مسئول مستقیم گزارش حادثه است گفته که کریمی زده و مجوز حمل سلاح هم داشته که زده. حالا آقای اجهی: از فردی که بغل دستش نشسته بود تحقیق شده که بعد او که اومده گفته که اصلا من تیراندازی کردم، آقای کریمی پشت فرمون و او تیراندازی نکرد، من تیراندازی کردم و تیراندازی هم من سلاح مجوز داشتم و این افراد در تقریبا راه ما رو به یک نه بسته بودند. حالا یه اظهاراتی کرده که یک بار ماشین ما رو به سمت یک کامیون بردن، یک بار به سمت گاردریل بردن که و من احساس کردم که دیگه ممکنه مشکلی پیش بیاد. تیراندازی هوایی کردم، باز با نایستادم، بعد تیراندازی کردم. تیراندازی هوایی کردم، باز با نایستادم، بعد تیراندازی کردم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه هوایی زدم به طرفشون تیراندازی کردم، برای زدنشون. اینه دیگه. و این آدم هم همراه محمود کریمی بوده. کی بوده این همراه؟ شاکی تو همون مصاحبه میگه که عرض کردم خدمتون که پسر محمود کریمی نشسته بوده کنار دستش. پس چرا رادان میگه محمود کریمی تیراندازی کرده و البته مجوز حمل سلاح هم داشته؟ خب تو این فاصله هم شاکیه رفتن اصلا شکایتشون رو پس گرفتن. بذارین یه چیز دیگه هم بگم که واقعا آدم دیگه حیرت نمیکنه از اتفاقای وارونه ای که میفته. یک روز قبل از اینکه اجهی بیاد اصلا به کل منکر تیراندازی محمود کریمی بشه، همین تیکه‌ای که شنیدین، یه روز قبلش یعنی روز سه شنبه، جام نیوز که به اصطلاح مال بخش سایبری وزارت اطلاعات نوشت محمود کریمی از اتهام تیراندازی تبرئه شد. فرداش اجهی اومد حرفایی رو زد که شنیدین. یعنی پیشاپیش حاج محمود تبرئه میشه، فقط اجهی میاد خبرشو یه ریزه این هفته میگه تا هفته بعد بقیه‌شو بگه.